سلام دوستان نازنینم، خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. قصد دارم که آموزش شامی کباب لرستانی رو بهتون بدم. مواد لازم رو خدمتتون عرض کنم که 300 گرم گوشت چرخ کرده، 5 قاشق غذاخوری گردوی آسیاب شده، 2 قاشق غذاخوری گیشنیز و جعفری تازه، 1 عدد تخم مرغ، فلفل زردچوبه به اندازه لازم، 2 قاشق غذاخوری آرد نخودچی و 2 قاشق غذاخوری سبزی معطر و 2 قاشق غذاخوری رب انار، 1 قاشق غذاخوری از شکر میخوام استفاده کنم. بریم که مواد با هم آماده کنیم. دوستان در ابتدای کار من نصف این پودر گردو رو به گوشت اضافه میکنم و نصف دیگرش رو میذارم برای سس. جعفری خرد شده با گشنیز تازه، 1 عدد تخم مرغ، سبزی خشکم که شامل ریحون خشک، نعنای خشک و یه مقدار ترخون خشک بود اضافه میکنم و این آرد نخودچی رو هم یه قاشقش رو من به این مواد گوشتی اضافه میکنم و یه قاشق دیگه‌شو میذارم برای سس. نصف قاشق چایخوری ما فلفل به این مواد گوشتی اضافه میکنیم و حدوداً یه قاشق چایخوری هم زردچوبه. این 4 تا مواد میذاریم برای سس این کبابمون هستی شامی کباب. من بقیه مواد با هم برز میدم. دوستان گوشت رو با همه مواد برز بدید به این حد که رسید کافی هستش. اینو میذاریم کنار، یه مقدار استراحت کنه 10-15 دقیقه که بریم شامی رو سرخ کنیم. یه مقدار روغن به تابه اضافه میکنیم. از شامی ها اندازه یه گردو بزرگتر بر میداریم و کف دستمون اینو صاف میکنیم و شکل و فرم میدیم. دوستان اندازه این شامی کبابا سلیقه‌ایه، بازم اگر کوچیک‌تر باشه خوب سرخ میشه. دوستان در عین اینکه شامی ها سرخ میشه من سس این شامی کبابم آماده میکنم. یه مقدار روغن به کباب اضافه میکنیم. در ابتدا گردوی آسیاب شده رو اضافه میکنیم. یه مقدار سرطف میدیم که بوی خامش گرفته شه. یه قاشق آرد نخودچی باقی مونده ایرم که داشتیم به این گردوها اضافه میکنیم. یک مقدار سرطف میدیم و رب انارمون اضافه میکنیم. دوستان این مزه این شامی کباب مزهش ترش هستش، به خاطر اینکه ما بخوایم اینو یکم ملس کنیم یه قاشق غذاخوری شکرم بهش اضافه میکنیم، اما کسی که دوست داشته باشه ترش باشه میتونه اضافه نکنه بهش. و نصف لیوان آب جوش هم به این سس اضافه میکنیم، میذاریم که این سس به جوش بیاد و یه مقدار غلیظ بشه. دوستان غلیظت این سس به این اندازه بود، دیگه از رو حرارت برش میداریم. دوستان شامی ها که سرخ شد میتونیم اینو به دو روش سرو کنیم، که این سس رو بغل شامی استفاده کنیم با شامی سرو کنیم، یا اینم که بریزیم روی شامی ها یه مقدار با شامی این غلیظ بشه و اونجوری سرو کنیم. دوستان غذامون آماده است، بریم که با هم سرو کنیم. گلای خونه غذای ما آماده شد. این غذا خیلی سریع و راحت آماده میشه و خیلی خوش عطر و بو هستش. امیدوارم که دوست داشته باشید و درست کنید. نظرهای خوبیتون رو برام بنویسید اون پایین، من حتما بهتون جواب میدم. و من اینو به دو روش سرو کردم براتون که هم سس کنارش باشه، هم که سس رو روی شامی ریختم یه مقدار با شامی گذاشتم. ممنونم از همراهی خوبتون، مثل همیشه دوستتون دارم و شما رو تا ویدیوی بعد به خدا میسپارم. خدا نگهدار دوستان.